توی این سیستم من بخوام اگه به این کاتر پنوماتیکم فرمان بدم که اینو له کنه، نگاه کن با فرمان شیر 5-2 تک بوبینم این اومد، اوکی اومد بالا. یه بار دیگه نگاه کن اینو زد، من دستمو که ور میدارم نگاه کن، تا وقتی دست من هست دارم فرمان میدم این پایینه، وقتی دستمو ور میدارم یا ولتاژ برقو قطع میکنم این میاد بالا. خب آقا این ناقصه که برای یه سری سیستما من بخوام جریان برقو قطع کنم این دلم بخواد پایین بمونه چی؟ اینجا باید یه شیر پنوماتیک دیگر رو بهت معرفی کنم. سلام، من یاسین نجفی هستم، خیلی خوش اومدی به استودیو کمپانی یایل. قسمت دوم سریال شیرای کنترل جهت پنوماتیک رو داریم. این شیری که اول دیدی و قسمت یک که لابلای صحبتام لینکش میره رو توضیح دادم، بهش میگم 5-2 تک بوبین. پنج اول و همه اینا رو میگم، نمیخوام دیگه تکراری ها رو بگم. چی کار میکنه برای ما؟ هر بار که فرمان میدیم جکمون یا عملگرمون حرکت میکنه، وقتی که فرمان برق یا دستمون رو برمیداریم برمیگره سر جاش. خب این تو یه سری از سیستما خیلی کاربردیه، اما یه سری از سیستما احتیاج داریم ولتاژ برق رو برداریم یه حرکت دیگه باش انجام بدیم. اینجا این شیر مناسبه، بهش میگن شیرای 5-2. پنجمون عجیبه ولی کار در میاره. پنجیشه. یه بار دیگه بنویسیم. خدا به خیر کنه. این 5-2 بوبین. یعنی دو تحریک. فرمونش رو نگاه کن. 1-2. با دو تایی که داره میفهمیم که 1-2. نگاه کن. این خط نشون میده که هر خونه ای که بود طبق فرمول قبلیمون، این یعنی دو تا حالت برامون به وجود میاره. اما تک بوبینش نگاه کن، یه دونه تحریک بود. فقط اینو داشتیم. هر بار که فرمان میدادیم جهت باد برامون عوض میکرد، اما حالا وقتی که بخوایم این نقص به وجود بیاد باید از دو تحریک استفاده کنیم. یعنی یک بار این ور اسپولو بهش نیرو میدیم، یک بار این ور، میشه 5-2 بوبین. یعنی این جکمون حرکت میکنه به سمت این ور. من وقتی برقو از روش ور دارم همچنان جکم تو موضع پایین میمونه، احتیاجی نیستش که دوباره بیاد بالا. میخوای تستش کنیم، بهش میگم 5-2 بوبین. خوراک سیستمایی مثل همین کاتر پنوماتیک که میخواد نیرو رو چند ثانیه نگه داره بدون اینکه فشار دست یا فشار برق باشه، ثابت نیرو رو نگه داره. بریم تستش کنیم. الان ما این سیستمو که اول ویدیو دیدی رو میخوایم با همین شیری که توضیح دادیم تستش کنیم. یعنی 5-2 بوبین، دو سر تحریک، دو تا حالت برامون به وجود میاره. اما فرقش رو با تک بوبین الان متوجه میشی. نگاه کن، این عملگرمونه، یه دونه کاترم سرشه که میشه کاتر پنوماتیک. وقتی که من فرمان بدم بهش، کمپرسورم رو باز کنم، نگاه کن، میاد، من تحریکم رو برداشتم. نگاه کن، این آزاده، دستای من آزاده الان. ولی نگاه کن، شافت با این مونده، فشار آورده، کمر اینو له کرده، همچنان فشار است. من جریان برق رو قطع کردم، حتی نگاه کن کمپرسورم هم خاموش میکنم، اصلا هیچی به هیچی جمع میکنیم میریم، اون پایین مونده. اینو بهش میگم 5-2 دو سر بوبین یا دو تحریک. اگه یه ور رو وردارم، چون یه طرف هنوز داره نیرو میده، شافت جک من پایین مونده. این خوراک سیستمایی که نگاه کن به عنوان مثلا پرس حرارتی، یه نیروی رو میخوام بذارم اما نمیخوام برقم بمونه، میخوام وردارم اما همچنان این فشار بمونه روش. با همون فشار اولیه نگاه کن، اینو نگه داشته، حتی با اینکه کمپرسورم رو من قطع کردم. حالا وقتی که دوباره بهش فرمان بدم نگاه کن، اون ور رفت بالا. حالا دوباره این ورم قطع کنم، همون دوباره برعکس میاد پایین، نگه میداره و من باید یه فرمان دیگه بهش بدم. اگه به چراغای این سوکت ها نگاه کرده باشی میفهمی که این برای این سیستم ها مناسبه. یه شیر دیگه باش آشنا شدی، یه نکته مهم، با یه شیر دیگه آشنا شدی توی سیستم های پنوماتیک. از این میتونیم توی پرس های پنوماتیک استفاده کنیم، توی سیستم های بسته بندی اون خیر رو ول کنیم، خیلی جای دیگه کاربرد داره اینا. ویدیوی قبلی رو میتونی بری ببینی، قسمت اولش بتونی، قسمت دومش از پایه، از مبتدی میخوام سیستم های پنوماتیک رو توی شیرای کنترل جهت بده آموزش بدم. اگه دوست داری بگو قسمت سهشم بگیر، سابسکرایب کانال یوتیوبم یادت نره.